اسمك يا غالي عشان تلعب الرغي يا غالي وانا وياك بدي اسمع العالي سمعوني 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 اعلى اكتب اسمك يا غالي عشان تلعب الرغي يا غالي وانا وياك يلا ايدينا لفوق العالي لا 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 لا, لا. مردم عزیز ایران با درود به شما عزیزانی که هر جای دنیا دارین زندگی میکنین هر جای این سرزمین خاکی تو ایران توی اروپا توی آمریکا برنامه دیگر اومد به کارگردانی آقای یاسر شروع کردیم برنامه رو به خدمت شما عزیزان اومدیم که از کلام خداوند به شما آگاهی بدیم و این کلام خداوند رای زندگی شما باشه امیدوارم که هر جای دنیا هستید نشستید و برنامه های ما که متنوع هست گوش میدید چون ما فقط کتاب مقدس داریم درس نمیدیم اول یه ذره از ایران صحبت میکنیم یه ذره از این برانبر صحبت میکنیم بعد میایم از کلام صحبت میکنیم کلام شیرین خداوند و سرودیم که خداوند به من میده هر بار این سرودم برای شما میخونم بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم تا خدا هدایت کننده برنامه ما باشه خداوند عزیزم شکرگزار و سپاسگزارم برای یک برنامه دیگر یک وقت دیگر که خداوند در نام قدوست اومدم کلام تو به عزیزانت برسونم ای خداوند عزیزم قلب ها رو آماده بکنیم امروز ای خداوند وقتی کلام تو میشنون از کلامت درس بگیرن ای خداوند و کلامت رای زندگیشون باشه پدر جان شکرت میکنم به هرچی از زبانم بیرون میاد نام تو قدوس جلال بده و هر چیزی در افکارم از خداوند در کنترل تو باشه شکرت میکنم به نام پر جلال عیسی مسیح آمین خب عزیزان برادرها و خواهرای شمالی چطوریم برای شمی احوال خوبیسه امیدوارم که همیشه سرزنده ببین همیشه شاد ببین و تابستون هم تمنا و ببخشید از مثل که دو سه روز چند روز ده باخه ولی کلن امیدوارم که بچه های مردم ایران هر وقت میرین توی در شمال چه دریا میرین چه جای دیگه میرین چه شهرهای شمالی رو میبینین چی میرین آبشارها رو میبینین خواهشن هر بار میگم یک پلاستیک بگ با خودتون ببرین آشغالا رو نریزین طبیعت رو کثیف نکنین مرسی که گوش میدین خب ایزا ما شعرمون بخونیم میگه که ای مسیح والا پیام انبیا ای مسیح سررشته عرش و سما ای مسیح بالاتر از مهر و صفا ای مسیح سررشته مهر و وفا ای مسیح دریای سل و آشتی ای مسیح باز آمدی تو از سما ای مسیح جان تو خدایی تو خدای آسمان و این جهانی ای مسیح ای خدای پرمحبت ای مسیح جان ای خداوند ای مسیح این دعای صبحگاهی است ای مسیح از نیاز زندگانی است ای مسیح من عاشق نام تو هم ای مسیح ای خدای زندگی هم ای مسیح مظهر پاکی و حق
ای مسیح بره پاک پدر، ای مسیح جان بدادی بی گناه، ای مسیح جان بدادی بی گناه، ای مسیح شوق گویم در دوها، ای مسیح جان بره پاک خدا، ای مسیح سرور عدالت و سلامتی، شوق بر نام تو باد، شوق بر نام تو باد. واقعا شوق بر نام خداوند عیسی مسیح به خدای پدر باد، به شوق بر روح القدس که ما را هدایت میکنه تا بتونیم که کلام خداوند به شما برسونیم، کلام خداوند که شیرینی زندگیه. اول برنامه یه فیلمی براتون گذاشتیم، دیدین دیدین که آقای خانما و آقایون مسلمون در ایران اگر روسری شما یک ذره بیاد پایین شما رو میگیرن، یا اگر برین گل پخش بکنین بین مردم شما رو به 16 سال 10 سال زندان میگیرن. اول فیلم دیدین در سوریه بود یا در لبنان بود نمیدونم، داشتن برای محرم سینه زنی میکردن، همه لخت و پاتیل، مشروب خور، سر میزاشون مشروب بود، داشتن زینب و جلال میدادن. بت پرستی اونا با عرق خوردن بود. تفاوت نگاه میکنین، نگاه میکنین که این دین واقعا دین خدا نیست. البته من از شادی کسایی که شادی میکنن بد نیست، ولی اونایی که دم از مسلمونی میزنن و در قرآنشون نوشته که آقا شما نمیتونید مشروب بخورین، شما نمیتونید پاچهاتون رو بندازین بیرون، همه ببینن روسریاتون فلان باشه. در این فیلم دیدین که همه دیدین چجوری بودن. که الان یه فیلم دیگه داریم، اگه یاسر جان کارگردان عزیز نشون بده اونو دوباره، بعد میام صحبت میکنم براتون. زندگی را از شانه‌هایش به در انداختن، در کور راه رنج و امید و خاطر پیر به سوی خانه می گریزد تا شرم سار ترمان کند که چه کوتاه است راه ایمان. اینجا جز دندان و گلوله ها هیچ چیز نمی تواند سینه را تا عمق رنج ها بشکافد. سوراخ گلوله پیدا به او گفتم نمیر که فرو غلطیدن خرد سنگی از هیبت کوه نمی کاهد، اما گریستن مادر از دریاها چرا؟ دیدین عزیزان، دیدین در چه کشوری ما زندگی میکنیم؟ پولهای ما رو میدن همون سوریه و لبنان که الان آقایون و خانوما نشسته بودن سر میز توی سالونی داشتن جشن میگرفتن، با قول خودشون جشن محرم بود، داشتن مشروبشون میخوردن. بعد عزیزان ما در کردستان، در بلوچستان، در جاهایی که محرومن باعث اینجور بدبختی بکشن، برای یه لقمه نونی که میخواد ببره و سفره زن بچهش، یا یه جوونی که لیسانس داره در کردستان میره کولبری میکنه، اونا رو به گلوله میبندن. بعدن پول ما رو میدن به سوریه و لبنان که اونجوری برای خودشون خوش بگذرونن. ما ملت باید به هوش باشیم. چند بار بگم خداییش ما ملت اگه نجنبیم اینا از دشمنم دشمنترن. اینی که ما دنبال دزد میگردیم در یک مثلا بیزنس، میبینیم بابا دوز از خودیه، چرا بیرون دنبالش میگردیم؟ دوز در خانه است، ما بیرون داریم دنبالش میگردیم. دشمن در خانه است، ما بیرون دنبالش میگردیم. ما ملت باید واقعا پاشیم، باید تشخیص بدیم که اگر اینا سر کار باشن، البته اینا رو همه شما میدونین، گفتن ما فقط یه یاداوریه. یک بنده خدایی که میخواد از کوله بری، لیسانس هم داره، میخواد بره مثلا از کوه و از دره و چهار تا اساس بیاره بده
ببره یه پولی ببره، اونا رو به گلوله میبندن. درد ما ایرانی ها یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا هزار تا نیست. درد ما اینه که داریم از درون داریم میسوزیم ولی نمیتونیم فریادی بکشیم. درون ما آتشه، نمیتونیم دادی بیار حرفی بزنیم، صدامون داره نمیاد. یه گیده دارن مثلا خوشی میکنن، 10% 15% دارن زندگی میکنن، 85% مردم در بدبختی و در تمام. شما نگاه کنیم پولای مردم نمیدن، کارگرا این اون همه دارن اعتصام میکنن. به قول خودشون 18 تا صندوق بازنشستگی که داشتن 17 تاش تموم شده، یکیش فقط مونده. با این تحریم ها اون یکی هم تموم میشه. اینا باید از کجا پول در بیارن؟ دیدین که عربستان هم زدن، الان اونا میگن ایران زده، ایران میگه من نزدم، کاری نداریم هنوز. ولی اینا فکر میکنن که مثلا با این زدنا با این فلان نفت میره بالا. نه، من امروز دیشب پریشب رفتم بنزین زدم، بنزین به همون قیمت بود، $3.29 قیمتش بالا نرفته بود. یک روز فقط $5 نفت بالا رفت، دوباره اومد پایین. فکر کردم مثلا عربستان بزنن، عربستان 5 میلیون نفت نده، الان بازار رو آشفته میکنن، نفت میشه $100. نه، همچی چیزی نشد. تمام محاسباتشون علکی بود. نفت همون قیمت داره، پایین تر هم اومد تازه. چون آمریکا یکی الان صادر کننده بزرگ نفته. روزی میگن 12-13 میلیون تا 20 میلیون میتونه نفت صادر بکنه. این رژیم فقط کارش خرابکاری. اگه همین رژیمی که الان سرکاره، شما فکر کنی همین رژیم 180 درجه فرق بکنه، از اون حکومت اسلامیش بیاد بیرون، یه رژیم معمولی بشه برای مردم کار بکنه، باور بکن مردم اعتراض دیگه نمیکنن. ولی اینا میخوان که آتش جنگ به پا بکنن. اینا میخوان اسلام خودشونو صادر بکنن. به حوثی‌های یمن پول میدن، به لبنان پول میدن، به سوریه پول میدن، به طالبان پول میدن، و هر کی تروریسته به اونا پول میدن که برن دنیا رو شلوغ بکنن که چی بشه. مثلا آب گلالود میکنن که مایی بگیرن. تا خود مردم، ما مردم نخوایم، هیچ چیزی درست نمیشه. و منتظر این نمونیم که یک کشورهای خارجی بیان یا دستی از غیب بیاد ما رو نجات بده. هیچ دستی از غیب نمیاد ما رو نجات نمیده. اگه شما حرکت بکنی خدا کمکتون میکنه، ولی خدا هم نگاه میکنه شما هیچ حرکتی انجام نمیدین. الان کلی آدم ها تو ایران از دین اسلام برگشتن به مسیحیت ایمان آوردن. برین زندگی هاشون رو خدایش نگاه بکنیم، بین 180 درجه خودشون زنگ میزنن میگن 180 درجه زندگی های ما عوض شد، آرامش گرفتن. در همین گرفتاری، در همین بیپولی، در هر چی که گرفتارن میگن ما دعا میکنیم خداوند هم آرامش میده هم دعای ما اجابت میشه. هر روز دارن زنگ میزنن به این تلویزیون های مسیحی میگن که آقا ما دعا کردیم برای ما فلان چیز بشه، شد. بعد یه گیدی میاد میگن، تلفن میزنن به همین تلویزیونی ها میگن که آقا اصلا توی قرآن نمیشته که شما اگه از دین ما برگردین شما رو میکشیم. کجا گفته؟ اصلا نگفته کسی رو تجاوز بکنه، اصلا نگفته آقا شما به جهنم میرین، اصلا این چیزا نیست. قرآن که نمیخونین، فقط کورکورانه میاین یه چیزی پرد میکنین در تاریکی، یک سنگی پرد میکنین میرین، فوش میدین. منطق شما فوشه، منطق شما زورگوییه.
منی که از اسلام برگشتم، الان به مسیح ایمان آوردم، دین خودم رو قبول کردم، اولش که مسیح دین نیست، راهی است که شما رو با خدا آشتی میده و شما رو با خدا نزدیک میکنه که با خدا راه بریم و بفهمین که خدا پدرتونه. میتونیم با این پدر در تماس باشید، در صحبت باشید، در دعا باشید، مشارکت بکنی با این پدر، کاری نداریم. وقتی من برگشتم، آیا بیام اونجا من هیچ کاری ندارین؟ همین که تو الان شما تمام بیشتر این مسلمانایی که مسیحی شدن تو ایران دارین میکشین یا به زندان میندازین. چند نفر تا الان اعدام کردین شما؟ چون میدانین که مسیحیت حقیقت داره میگه و میدونین که مسیحیت کتاب خداست، کتاب مقدس الهام شده از خداست، میدونین که حقیقت اینه. خدا میگه حقیقت را باید بشناسید تا حقیقت شما را آزاد کند. وقتی حقیقت را شناختی، حقیقت را آزاد میکنه. چون میدونی چیه؟ ما در زندگی اینقدر حرص و طمع داریم، اینقدر آرزوهای ناپاک داریم، به خاطر همون نمیتونیم دست برداریم از اونا. یک مسلمون مگه میتونه در روز با دروغ، با کلک زندگی نکنه؟ غیر ممکنه بخواد دروغ نگه. دروغای مصلحت آمیز، تغییر کردن در اسلام حلاله، صیغه کردن در اسلام حلاله، فحشا در اسلام حلاله. توی سوپرمارکت همین خانمای چادری، نقابدار و فلان و همه چی میرن دزدی میکنن. ببین فیلماش تو سایدای مجازی پره، اگه برین نگاه بکنین. میرن دوزی میکنن، وقتی اینا رو میگیرن میبینن از زیر چادرهاشون، آقا حدودن شاید بگم تو سبد پر یا سه سبد پر جنس دوزیدن ریختن بیرون. همین هایی که چادر میذارن، یا همین جایی که چادر میذارن، ببینین شما تو ایران نگاه بکنین که البته همه را آدم نه به یک چشم نگاه نمیکنه، ولی همینی که چادر میذارن بیشتر بدتره تا اونایی که عیانن. به قول بچه ها، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. وقتی آدم میخواد دزدی بکنه، دروغ بگه، غلطاگری انجام بده، میره خودش چادر میپوشونه، نمیدونم فلان میکنه، متظاهر، ظاهرا میگه من مثلا مسلمونم. ما بایستی خودمون بشینیم فکر بکنیم، اینقدر علکی توتیوار تو هوا نزنیم. مشت تو هوا زدن توی باد زدنه. بشینیم بخونیم ببینیم واقعا این چیزی که این تلویزیونا دارن میگن حقیقتی یا نه. کتاب مقدس بخونیم ببینیم حقیقتی یا نه. قرآن بخونیم ببینیم حقیقتی یا نه. ببینیم کدوم یکی حقیقت میگن. یا هر دینای دیگه رو بخونیم ببینیم کدوم حقیقت به شما میگن. در کتاب مقدس بجز که محبت نوشته و به شما رای زندگی به رای راست هدایت داره میکنه، چیزی دیگه نیست. شادیاتون هم از شما نمیگیره. نمیگه اگه تا الان بری یه گیلاس شراب بخوری نمیدونم اون دنیا تو رو میندازیم تو جهنم. اصلا از این چیزا نیست. عیسی مسیح گفت هر چیزی که میخورین میره تو معده شما، بعد دفع میشه. آن چیزی که ما رو نجس میکنه این فکر خرابه، فکری که همیشه در آشوبه و فکری که همیشه در ذات اون حقیقته، اونی که آدم خراب و نجس میکنه. ما چون نمیخوایم متوجه شیم، مردی میاد زنگ میزنه، قرآن هم توی خونش نداره
که از فارسیش بگونه هرچی همون قرآنایی که تو ایرانم فارسیش یه جوری نوشته که اصلا تو نفهمی، هر کلمه به کلمه عربی رو پایینش فارسی برن نوشته. مثلا نوشته دیدی رفتی آمدی، اصلا شما متوجه نمیشین فعل و فاعلش، اصلا نمیدونین چی به چیه. ولی کتابایی که ما ترجمه شده است میخونیم به فارسی، هرچی عربی نوشته به فارسی میخونیم که قشنگ ترجمه شده است، به انگلیسی ترجمه شده است، میخونیم میفهمی که بابا وای چی هست توش. ما به چی ایمان داریم؟ به چی؟ مثلا به اون چیزی که ایمان داریم که مثلا خدا به محمد گفته این زنا برات حلال، برو هر شب دم حجره یه نفر برای خدا عشق بکن. این راهی به خدا رسیدنه؟ واقعا این راهی به خدا رسیدنه که محمد بره مثلا با یه زن عشق بکنه، من اونو مثلا بگم که وای به راه خدا رسیدنه؟ اینکه نیست. راه خدا رسیدن اونه که من بعد از صحبتام براتون کتاب مقدس میخونم. امروز درس من اینه که از یعقوب 4 براتون میخونم، میگه نتیجه آرزوهای ناپاک این دنیا. ببین کلام خدا چی میگه. بیاد کلام خدا باید کلامی باشه که آدم زندگی باز درس بده به زندگی، یک رای برام باز بکنه، یه چیزی به من نشون بده بتونم که اینه دارم میخونم واقعا اگه انجام بدم زندگیم تغییر میکنه، تبدیل میشه. کلام خدا یعنی این. نه من صبح تا شب 5 بار نماز بخونم بگم که محمد رسول خداست. خوچی اینی که مثلا یهودی ها پیغمبرهای خودشون مثلا نماز بخونه، یه پیغمبر بگه مثلا ایلیا پیغمبر خداست، فلان یعقوب پیغمبر خداست، نمیدونم داوود پیغمبر خداست، سلیمان پیغمبر خداست، این تو نمازشون فقط همینه بگن. که نیست همچی چیزی. یا مسیحی ها مثلا نماز بخونن مثلا یه چیزی هچلف بگن، که نمیشه. که تو خدا رو باید پرستش بکنی، خدایی که تو رو آفرید، خدایی که تو رو به وجود آورد، خدایی که میتونه پدر تو باشه اگه تو بخوای. خدا میگه من پدرتم، حالا تو نمیخوای اون پدر پس میزنی، میگه من نمیخوام، ولی خدا میگه تو فرزند منی. خدا از اون جنایتکارم که جنایت داری میگونی میگه تو هم فرزند منی، ولی رای بیراهه داری میری. عزیزان امیدوارم که چاییتون به راه هست دیگه، بخصوص ایرانی ها، من میدونم چاییشون جلوشون هست، یه چایی میخورن به گوش میدن. و از شما میخوام که ما رو سپورت بکنین، اگه برنامه های ما رو دوست دارین برنامه کلگب رو سپورت بکنین، بخصوص شمالی ها برنامه کلگب ما رو سپورت بکنین. حرف زیاده، صحبت زیاده، آدم بشینه صحبت بکنه باعثی همین جوری بشینه فقط صحبت بکنه. منتها ما نمیخوایم، چون از حقیقت دور شدیم، نمیخوایم به حقیقت که واقعا زندگی رو به ما نشون میده و آرامش الهی میاد تو زندگی ما، اون حقیقتی که واقعا چیزی به ما میده که تمام تا حال تو زندگی نداشتیم. همیشه ناآرام بودیم تو زندگی، هر چیزی رو که مثلا یه خبر میشنیدی میافتادی پایین. ولی وقتی این خدا رو بشناسی، نه حقیقت این خدا رو بشناسی، خدای واقعی بابای تو بشناسی، میدونی که مثل کو پشت توه. شما پشت یه کو باشین، اگه پشت اون کو موشک بخوره شما ناراحتی؟ نه، میگیم این کو پشت منه، سپر منه که من هیچی نشم. خدا هم همینه. اگه تو بشناسی این خدا رو، واقعا بفهمی که این خدا کیست،
عاشق این خدا میشی. میگی من تا حال چقدر بیرا میرفتم. آدمایی میان تلفن میکنن تو این تلویزیون ها میگن که آقا من قاره قرآن بودم، 30 سال خوندم، 30 سال نماز و روزم ترک نمیشد. وقتی این حقیقت شناختن تازه دوزارشون افتاد که 30 سال عمرشون به باد رفت. این همه مردم که چشیدن دارن میان زنگ میزنن، زندگی هاشون عوض میشه. شما میبینین، شما یک ذره فکر نمیکنی که آقا با این چجوری، بس یه چیزی هست که مردم وقتی به این ایمان میارن عوض میشن. مثلا دیروز یه نفر مبا میگفت که مسجد خانه خداست. گفتم نه، مسجد خانه خدا نیست، چون کلام خدا در اونجا خونده نمیشه، خدا پرستش نمیشه اونجا، اونجا بت پرستش میشه. میگفت کلیسا و کنیسه و مسجد همه یکیه. گفتم نه، کنیسه خانه خداست، کلیسا خانه خداست. شما میرین خدا رو پرستش میکنین در اون، ولی شما میرین در مسجد خدا رو پرستش نمیکنین، امام ها رو پرستش میکنین، محمد رو پرستش میکنین، بت ها رو پرستش میکنین. و چیزی هم که میخونین کلام خدا نیست. مثلا چی میخونین؟ در قرآن میخونین که مثلا حالا دیگه با قرائت میخونن دیگه، اون دیگه صحبت نمیکنن که با قرائت. مثلا میخونن محمد امشب میتواند برد با اون زنش بخوابد. شما با قرائت میخونین دیگه. من بلد نیستم با اون قرائت بخونم براتون قرآن، بگم امشب محمد میره پیش این زن، یا چیزای دیگه. واقعا خودتون بشینین اونو بخونین، بعدا خودتون قاره باشین قرائت بکنین به قرآنی، ببینین از چی داره میشه. اصلا چیزی حلش میشه، چیزی آدم حلش میشه. اصلا یاسر جان من سرود شروع میکنیم بعدا برم درس بدم. یه سرودی گوش میدیم برمیگردیم به شما، بعد درس رو شروع میکنیم. چون من الان درس رو شروع بکنم بعد از سرود تو وسط سرود میفته. اگه یاسر جان من آماده باشی یه سرود گوش میدیم ما. پشت در قبرت نشسته خدای زنده عاشقونه، میخواد بیاد تا به همیشه تو زندگی تو بمونه. مسیح ما نور نجاته، پر از محبت و سروره، کنار عیسی خدا و از ما غم و غصه بدوره. حیات جاودانو میده به قلب تو مسیحا، یه رنگ و روی عاشقونه میگیره چشم تو دنیا. شکر و سپاس خدای زنده بهر تولد دوباره، این که روح خدا برای ما هدیه ای تازه داره. پشت در قلبت نشسته خدای زنده عاشقونه، میخواد بیاد تا به همیشه تو زندگی تو بمونه. مسیح ما نور نجاته، پر از محبت و سروره، کنار عیسی خدا و از ما غم و غصه بدوره. حیات جاودانو میده هدیه به قلب تو مسیحا، یه رنگ و روی عاشقونه میگیره چشم تو دنیا.
شکر و سپاس خدای زنده بهر تولد دوباره، این که روح خدا برای ما هدیه ای تازه داره. عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین، چه در ایران، چه در اروپا، چه در آمریکا نشستین و برنامه های ما رو گوش میدین. قسمت دوم شد که الان دیگه درس رو شروع میکنم. تا حال داشتیم صحبت میکردیم از حقیقت و از ایران و از دوتا فیلم هم نشون دادیم. حال دیگه ما درس رو شروع میکنیم از یعقوب 4. میخوام امروز براتون بخونم نتیجه آرزوهای ناپاک این دنیا. میگه که علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ داره سوال میکنه. میگه آیا علت آنها آرزوهای ناپاکی نیست که در وجود شما منزل دارن؟ وقتی ما چیزهایی که واقعا بعضی موقع بعضی چیزها رو نمیتونیم به دست بیاریم، آرزو داریم اونو به دست بیاریم ولی میخواییم به هر قیمتی شد اونو به دست بیاریم. اینه داره میگه. این نیست که من یه چیزی رو میخوام به هر قیمتی شد باید اونو به دست بیارم. اینا میشه آرزوهای ناپاک. آرزو دارم یه مثلا یه خونه 4 طبقه داشته باشم ولی به خداوندم میده ولی به وقتش. یا آرزو دارم که تمام مثلا لس آنجلس مال من باشه. چیز آرزوهای نشودنی. شودنی هم از بعضی موقع ولی تمام لس آنجلس نمیشه مال یه نفر. کلن میگه آرزوهای ناپاک. یا آرزو داشته باشم مثلا که یک کشوری رو نابود بکنم، اینا ناپاکه. یا زندگی یه نفر نابود بکنم، اینا ناپاکه. یا آرزو دارم، حالا آرزوی چیزهای خوب داشته باشم باز بد نیست، مثلا دوست دارم ثروتمند بشم، دوست دارم بهترین ماشین داشته باشم، دوست دارم بهترین شادی ترین زندگی داشته باشم، اینا حالا خوبه. ولی آرزو این داشته باشم که همسایه من نابود بشه، بیفته زمین و من خوشحال بشم، این آرزوهای ناپاکه. یا رفیقم بیفته چون داره شخصیتش بالا میره من نمیتونم برم، این آرزوی ناپاکه که بخوام اون بیفته. میگه در حسرت چیزی به سر میبرید که ندارید، پس دستتان را به خون آلوده میکنید تا آن را به چنگ آورید. مثلا من یه چیزی رو میخوام، یه ماشینی میخوام، برم با دزدی و با کلک و همه چی مثلا یه کاری بکنم که 10 نفرم نابود بکنم تا برم اون ماشین و یا اون چیزی که میخوام بهش برسم. در آرزوهای چیزهایی هستید که متعلق به دیگران است. میگم که یه مقصد یه نفر همسایم ببینم همه چی داره، اونو نگاه بکنم، یه کاری بکنم که اونو نابود بکنم یا یه چیزی رو از دستش بگیرم یا اون نابود بشه من خوشحال بشم. و شما نمیتوانید داشته باشید، پس به جنگ و دعوا میپردازید تا از چنگشان بیرون بکشید. این جمهوری اسلامی، ببین چیکار داره میکنه دو با دنیا، ببین با همسایه‌ها چیکار میکنه. اینجا رو میزنه، کشتی رو میگیره، اون هیوسیار
انگولک میکنه بازم به عربستان، اویکیر انگولک میزنه بازم به اسرائیل، اونگیر انگولک میزنه بازم به امارات، بازم به فلانجا، بازم به این. برای اینکه اون چیزی که میخواد، چیزی که فقط خودش میخواد همونجوری بشه. علت این که آنچی میخواهید ندارید این است که آن را از خدا درخواست نمی کنید. این میشه آرزوی پاک. وقتی من چیزی رو ندارم دعا میکنم میگم خدایا من امروز مثلا محتاج تو هم، مثلا پولی ندارم که میخوام یه کاری انجام بدم برای زندگیم، خداوند دعا بکنی که خداوند این پولی یه جور تهیه بشه برای من. یا مثلا میخوام یه شغلی داشته باشم، دعا میکنم که خداوند اینو برام این درست بکن. میگی شما اون چیزی که میخواین از خدا طلب نمیکنین، میخواین با کینه و نفرت و اون چیزی که انسانیست میخواین به اون برسین. مثلا من میخوام همسایم چون بالاتر از منه اونو نابود بکنم که اون بیفته از من پایین تر بشه. میگه وقتی هم که درخواست میکنی خدا به دعایتان جواب نمیدهد، زیرا هدفتان نادرست است. مثلا چی؟ مثلا همسایم چیزهای خوب داره، میگم خدای اون همسایم که مثلا این ماشینی مرسدس بنز داره، خدای اینو نابودش بکن، عوضش به من یه مرسدس بنز بالاتر بده. وقتی اینجوری دعا میکنم خدا به من نمیده. وقتی نابودی یه نفره میخوام، خودم میخوام بلند بشم، خدا به من نمیده. این میشه آرزوی ناپاک. من باید بگم خداوند همسایگان من برکت بده، آرامش بده، سلامتی بده که در کنار من زندگی میکنن، همسایه من هستن، بذار با آرامش زندگی بکنیم، به دوستی زندگی بکنیم. شما فقط در پی به دست آوردن چیزهایی هستید که باعث خوشی و لذتتان میشود. مثلا بگن اینه دیگه، مثلا من مثلا مغازه دارم، کاسه بازارم، میخوام که مثلا همکارم هیچی کار نکنه، عوضش من بیشتر کار بکنم، پول من بیشتر ببرم، یا مشتری هم بیان پیش من، پیش اون نرن که من لذت بیشتری ببرم دیگه. دیدی مثلا 30 تا مشتری اومد برای من، یکم برای اون نرفت، خیلی لذت بخشه نه؟ اینا میشه آرزوهای ناپاک. ولی شما برای یه نفر دیگه به خیریت برکت بخواین، آرزو بکنین که اون همکار منم خداوند به اونم برکت بده، به منم برکت بده، خداوند اینو انجام میده. ولی میخوام که همکارم بیفته و من برکت بیابم، لذت بیشتری ببرم، اینو خداوند ناراحت میشه. اینی که در یک خانواده پدری دو تا پسر داشته باشه، دو تا پسرا مثلا یه پسر بخواد که اون پسری هیچی نداشته باشه، همه چی رو بابا به این بده، فقط این لذت ببره، بعدا برای اون شاخشونه بکشه، دیدی بابا همه رو به من میده، تو اصلا آدم نیستی. اینجوری مثلا بگه. این میشه لذتایی که خوشت میاد، ولی لذتای ناپاک این دنیاست، خواستهای ناپاک. شما همچون همسران بیبفایی هستید که به دشمنان شوهرشان عشق می‌ورزن. به زن مردی میگی که شما همسران بی‌وفایی هستی که به دشمن، کسی که با من دشمنه، به اونا میر می‌ورزید. میبینین که مثلا اون دشمن منه، ولی به اون میر بیشتر می‌ورزی، به اون محبت بیشتر می‌کنی. این فکر نمی‌کنی که اون دشمن شوهرت، دشمن زنته. آیا متوجه نیستید که اگر با دشمنان خدا، یعنی لذتهای ناپاک این دنیا، دوستی نمایید، در واقع با خدا دشمنی میکنید؟ مثلا همین که شما وقتی میرین بت میپرستین و خدا رو به جای اون بت میپرستین و به جای اون میذارین، یک مجسمه رو میذارین به جای خدا، شما دشمن خدایین. با خدا دیگه دوستی نمی کنین.
دیگه دوست خدا نمیشین، چون شما اون بت خدا رو به اون بت فروختین، میشین دشمن خدا. پس هر کی میخواهد از خوشیهای ناپاک این دنیا لذت بجوید، دیگر نمیتواند دوست خدا باشد. وقتی تو اول برنامه همون فیلم نشون دادم، تو میری برای بت‌ها خوشی میکنی و بت میپرستی، مشروبت هم بالا میزنی به خاطر یه مرده، یه بت، و خدا رو همون مشروب رو اگه میخوری بگو خدای شکرت من این یه گیلاس شراب مثلا خوردم، به عشق تو میخورم خداوندا، تو رو میپرستم، هرچی هست تو هستی، نه بت، نه خانه، نه زندگی، نه فلان. اول پرستش من تویی، اولین چیز تویی، چون همه رو تو به من میدی. اینم میزنم به سلامتی خداوند، واقعا به سلامتی خداوند میزنیم. البته این شراب نیست، این چاییه. مثلا میگم اگه شراب میخوریم به سلامت سلامتی خداوند، سلامتی داره خداوند، ولی خب شما سلامت باشید، به عشق خداوند، به دوستی خداوند بزنید، که خداوند شادم که تو منو پسر خواندی یا دختر خواندی و تو پدر من هستی، تو عشق من هستی، دوست واقعی من تو هستی. تصور میکنی که کتاب آسمانی بیهوده میگوید که روی خدا که خداوند او را در وجود ما ساکن کرده است آنقدر به ما علاقه دارد که نمیتواند تحمل کند که دل ما جای دیگری باشد. یک پدر وقتی فرزندانش به فرزندانش عشق میورزه و عاشق فرزندان خودشه، دوست داره که قلب اون فرزند برای پدرش بزنه. خدا هم دوست داره که قلب ماها برای خدا به تپش بیاد، همونجوری که قلب خدا برای ما تپش میزنه، چون خدا روی خودش رو گذاشت در ما، به خصوص ماهایی که مسیحی هستیم، خداوند روی خودش رو گذاشت در ما. مثلا اون کشیشی، اون معلمی، اون خادمی که داره تعلیم میده و درست تعلیم نمیده یا به انحراف میکشونه، دشمن خدا میشه. نه دوست خدا نیستی، چی دشمن خدام هست. اما نباید فراموش کرد که خدا قدرت لازم برای استادگی در مقابل این خواستهای گناه‌آلود را به ما عطا میفرماید. اما نباید فراموش کرد که خدا قدرت لازم برای استادگی در مقابل این خواستهای گناه‌آلود را به ما عطا می‌فرماید. خداوند وقتی روی شد در من گذاشت، به قدرتش هم به من میده که من بتونم در مقابل یک گناه استادگی بکنم، در مقابل دزدی استادگی بکنم، در مقابل زنا کردن استادگی بکنم، در مقابل دشمنی کردن استادگی بکنم. اینقدر قدرت به من میده خداوند وقتی من در مقابل اونا هستم، میمونم و با اونا بهله نمیگم. خداوند چون رویشو در من گذاشت، پس به من اون قدرت استادگی هم در مقابل اونا رو میده، چون اون خداست، اون به وجود آورنده منه، اون آفریدگار منه، اون پدر منه، نزدیکتر از همه پدر منه، من فرزند اونم. چه عشقی ما بین فرزند و با پدر هست. اونایی که پدرین، فرزندین، چطور عاشق فرزندانتون هستین؟ چطور یک پسر یا یک فرزند اگه عاشق پدرش نباشه چی میشه اون؟ پدره واقعا قلبش شکسته میشه وقتی میبینی این همه زحمت برای فرزند کشید، این همه راهنمایی به فرزندش میکنه، ولی فرزند رای این انحراف میره، رایی که خدا دوست نداره، پدر دوست نداره، داره میره. هرچی هم بهش میگه بابا این راه که تو میری، این راهی نیست که زندگی تو درست بکنی، این راه تو رو به
چاله میبره، تو رو به نابودی میبره. من دور دارم میبینم، بهت دارم میگم، رو تجربه من دارم میگم، روی چیزی که میبینم دارم بهت میگم. اینی که یه کوری بره داره تو یک چاله، تو یک چاه میفته، من دارم میبینم این داره میره تو چاله، نرم دستش نگیرم، نگاش نکنم، بذار همونجوری بیفته. وقتی میرم دستش میگیرم، باعث اونو نجات میدم. خدام همینه میگه. از این رو کتاب آسمانی میفرماید خدا به شخص فروتن قوت میبخشد، اما به شخص متکبر و مغرور و مخالفت میکند. چرا؟ چون برای اینکه اینقدر بیش از حد بعضیا غرور دارن، بعضیا همین معلم کلام هم هستن، مثلا میبینی اینقدر غرور درشون هست، فقط میگم ما میدونیم همه چی رو، هیچ کس دیگه نمیدونه. خدا میگه فروتن باش. درست تو باسوادتری، از شاپور خیلی باسوادتری، ولی فروتن باش. با فروتنی به شاپور یاد بده، نگو یک دو از شاپور یه چیزی اشتباه کرده، بگو دیدی بلند نیستی الان اینجا رو اشتباه کردی. من وقت بلدم، من دارم میگم هرچی من میگم درسته. آدمای مغرور خدا دوست نداره. یا مثلا یه کاری باید انجام بدم که بگم آقا این کار من بهترین نبیش، هیچ کس بلد نیست مثل من کار انجام بده. همه بلدن، حالا من تجربه بیشتری دارم در این کار، مثلا کار میتونم انجام بدم. ولی با فروتنی بگم آقا شما همه بلدین، ولی خب منم میتونم این درست بکنم، اگه میخوای منم درست میکنم اینو. در هر چیزی که مثال میزنی، غرور فایده نداره. یه نفر میبینی مثلا یه ذره وضعش خوبه، برای اینکه اون کسی که یه ذره وضعش خوب نیست مثلا با تکبر و غرور میره، سلامش هم علیک نمیگیره، مثلا بهش سلام هم میگی خلشه فقط اینجوری تکون میده. تو کی هستی؟ من باید مثلا سلام هم اگه من دهنم رو باز نمی کنم بهش سلام بگم، فقط سرم هم تکون دادم، از سرت هم زیادیه. اینا چیزایی هست که واقعا نه شخصیت ما رو درست میکنه، بلکه شخصیت ما رو پایین هم میاره. شما با کسایی که برخورد میکنین اینجوری برخورد بکنین، دفعه دیگه اون طرف واضح نیست اصلا قیافه شما هم ببینه، حاضر نیست با شما اصلا برخورد بکنه که تا سلام علیک بکنه باهاتون. هر چیزی دارین نوش جونتون، خدا برکت بده به همه شما. ولی خدا میگه که این چیزها رو که بهت دادم اینقدر غرور نداشته باش، با مردم رو کمک بکن اگه میتونی. اگه میتونی دست یک انسانی که داره میفته در چاه بگیری خیلی خوبه. اگه میبینی که یک نفر وضع مالیش خراب و تو وضع مالیت خوبه، یک کمکی بهش بکنی خیلی خوبه. اگه میبینی یک نفر یک کاری داره سخت براش، تو میتونی کمکش بکنی، کمکش کن. چرا عیسی مسیح میگه وقتی باری به شما دادن مثلا یک مایل ببر، تو ده مایل ببر براش. فروتنی اون آدم نشون میده، انسانیت و شخصیت اون آدم داره نشون میده. ما الان تو ایران شخصیت های ما همه دوگانه شده، شاید هم سگانه شده، همه دوتا فیس دارن، یعنی دوتا رو دارن، دوتا صورت دارن، دوتا شخصیت دارن، سه تا شخصیت دارن. جمهوری اسلامی در این 40 سال مردم ما رو به شخصیت های مختلف، یک آدم میبینی مثلا 3-4 تا شخصیت داره، پیش یه نفر یه جور شخصیت داره، پیش دولت یه جور شخصیت داره، پیش همسایش یه شخصیتی نشون میده، پیش همکاراش یه شخصیتی نشون میده. ما رو اینجوری بار آوردن در این 40 سال، نمیخوان که ما
اون شخصیت اصلی که خدا به ما داده همونجور رفتار بکنیم. یک انسان باید اگه شخصیت خدا رو داشته باشه، خدایی که میخواد بهت تو همونجوری که خودت میخوای خدا بهت کمک بکنه، خدا بهت همه چی رو بده و کارها رو برای در زندگیت آسون بکنه، از تو هم انتظار داره که تو وقتی بلند شدی دست دو نفر بگیری، تکبر تو بیذاری کنار، واقعا ببینی که اون انسانی هستی که هر چی بهت بیشتر بدن باز هیچ فرقی برات نمیکنه. مادیات چیزی رو عوض نمیکنه، مقام چیزی رو عوض نمیکنه، انسانیتی که آدم همیشه شخصیتش رو حفظ میکنه. میگه بنابراین خود را با فروتنی به خدا بسپارید و در برابر شیطان استادگی کنید تا از شما دور شود. وقتی هر کار بدی که داریم انجام میدیم از شیطان دستور میگیریم، شخصیت های ما همه سگانه و چارگانه و دوگانه اینجوری میشه. وقتی از خدا فروتن باشم و از خدا کمک بگیرم، خدا منو بلند میکنه. اینی که توی یه دونه کلیسا یک آدمی اومده بود با لباسای خیلی عادی، مثلا میس که فکر میادی مثلا آوی مثلا فقیره، اومده بود جلو نشسته بود. اون مثلا بازرس اونجا، اون که کنترل میکنه، دیدی مثلا لباس مثلا معمولی پوچی داره، کونه است، مثلا با فقیرا میزنه، بهش گفت بیا شما تای چیز بشینید، تای سالون بشینید، اونجا جای مثلا معذرت میخوام کراواتی هاست، کت شلواری هاست، اونایی که مثلا لباس های خیلی خوب میپوشن. شخصیت به لباس پوشیدن نیست عزیز، شخصیت به پول نیست، شخصیت به مقام نیست. باید آدم فروتن باشه. بعدن کشیش کلیسا اومد اونجا گفت امروز مهمانی داریم ما، برای شما سخنرانی میکنم، مثلا آقای ایکس. دید همون آقایی که لباس معمولی پوشید داشت از ته چیز رفت سخنرانی بکنم. گفت شما چرا اون پشت نشستین؟ گفت من جلو نشسته بودم، این آقایی که کنترل میکنه این سالون منو گفت برو پشت بشین. دیدن سخنران اصلی اینه امروز. بس به لباس و به مقام این چیزا نیست. اون فروتنیش میرسون که لباس معمولی پوشیده بود اومده بود. لباس خوبم بپوشی، تمیز بپوشی، هیچ ایرادی نداره. آدم فروتنی باشی. کراوات بزن، کت شلوار بپوش، خیلی تمیز، هیچ بد نیست. ولی این داشت آزمایش میکرد اونجا رو، با اون لباس اومده بود. خدا میگه در برابر شیطان استادگی کنید تا از شما دور شود، به خدا نزدیک شوید تا اون نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران، دستای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط به عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردید و نسبت به خدا وفادار بمانید. میگه از اون کارهایی که گناه است، مثلا دزدی، زنا، آدم کشی، حسادت، نمیدونم چی، خیلی چیزهای دیگه، وقتی میگه گناه است، میگه اینا رو دست بکشین، قلبتون رو به خدا بسپارین که عشق الهی بیاد در قلبتون. چون خودتون میدونین یک پدر چقدر عشق به فرزندش داره. میگه عشق اون پدر توی قلبت پر کن و مثل اون پدر رفتار بکن، اون عشق پدر تو پخش بکن برای همه تا ببینم واقعا تو از اون پدری
دستور میبری یا عشق داری که میتونی عشق اونو خودش عشق اونو پخش بکنی ما بین مردم دیگر، مثل یک انسانی که با وقار، با شخصیت فروتن، منم منم نمیگه، منم منم بزبزا دو شاق دارم در هوا. این شعرها رو علیکی نگفتن، این شعرها رو برای همین چیزا گفتن. برای اعمال اشتباه خود اشک بریزید و ماتم کنید. میگه وقتی کارهای اشتباه میکنیم، وقتی نیتتون بده در رابطه با همسایه، با مردم، و بیاد میارین که من چقدر بد کردم به این همسایم که این نابود بکنم، چقدر بد کردم که به همکارم اینو از مقامش بندازم، از همه چی بندازم. میگه گریه بشین، گریه بکن به خاطر اون کارهایی که انجام دادی. و در عمق وجودتان غمگین و ناراحت باشید و به جای خنده گریه کنید و به جای شادی سوگواری نمایید. چقدر این رژیم ایران الان هر حرفی میزنیم برمیگردیم، برمیگرده به رژیم ایران، چون برای اینکه واقعا این رژیم ایران داره کارهای ناشایست میکنه در کشور ما که ما رو بین تمام دنیا بی‌آبرو کرده. وقتی اسم ایران میاد هر کس میگه ایران، میگیم آقا نگین ایران، بگین رژیم ایران. مردم ایران اینجوری نیستن. درسته الان این رژیم، الان این رژیم اسلامی اومده مردم چنچره شدن، ولی باور بکنین اگه این رژیم برای یه رژیم دیگر بیان، مردم کار بیاد توی ایران، کمپانیا بیان توی ایران، کار زیاد بشه، مردم یه شخصیت یگانه پیدا بکنن، دیگه این نیست، این آدم نیستن مردم ایران. مردم ایران آدم های باسواد، آدم های خوبی هن، خدایش آدم های با محبتی هن. شما نگاه کنی از کشورهای خارج میان برای ایران، ببین چقدر تعریف میکنن، میگه رفتیم ایران مردمش چقدر میمان نواز بودن، چقدر خوب برخورد بودن با آدم. الان تن این شرایط تو فکر بکن که یک انسان دیگر ایران زندگی میکنه، ایرانی که بعد از اون کارش براز، کار داره، حقوقش به سر موقع میدن بهش، زندگی شادی داره، دوتا جشن میره، دوتا نمیدونم آزاده، در کلیسا بره، در هر جا آزاده بره، در جشن بره، در ورزشگاه بره آزاده. بین چقدر فرق میکنی ایرانی. زمانی که به ناچیزی و کوچکی خود در مقابل خدا پی بردید، آنگاه خدا شما را سرافراز و سربلند خواهد کرد. وقتی من زانو میزنم پیش خداوند، میگم ای خداوند ببخش منو، تا الان کارهایی که انجام دادم کارهای اشتباه بود، خوب نبود، منو ببخش، میخوام که زندگیم عوض بشه، ای خداوند، ای عیسی مسیح بیا به قلب من، زندگی من عوض بکن. میخوام دیگه اون آدم سابق نباشم که سر عمر کلا بذارم، مردرین باشم، نمیدونم غرور بیش از حد داشته باشم، کارهای ناشایست بکنم. خداوند نمیخوام دیگه اون کارها رو بکنم. خواهش میکنم، تمنا میکنم بیا امروز به قلب من و زندگی من عوض کن. بذار زندگیم زندگی عادی باشه، در آرامش تو باشم، اون عشق الهی تو بریز امروز تو زندگی من. دوستت دارم، عاشقتم، ای خداوند، ای بابای من. بگوی امروز اینجوری بگوی، ای عیسی مسیح، میدونم به خاطر گناهان من رفتی روی صلیب، زجر کشیدی، مردی و بعد از 3 روز زنده شدی، قیام کردی، و میدونم که خون تو ریختی برای پاک کردن گناهان من. ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من روی صلیب رفتی. امروز به زندگیم وارد شو، زندگی منو تبدیل بکن خداوندا. ای منجی عزیز من، ای عیسی من، میخوام امروز تو رو بشناسم، میخوام با تو قدم بزنم. میبینم که کسایی که با تو قدم میزنن زندگی هاشون تغییر کرده. امروز بیا این کار برام بکن خداوندا.
واقعا امروز خداوند رو به قلبتون دعوت بکنین تا خدا زندگی هاتون رو در دست خودش بگیره و واقعا زندگی هاتون عالی میشه. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر. بدرود تا درود دیگر. دوستتون داریم، عاشقتونیم. مرسی که نگاه کردین.